در هر کی هم میاره بهش تجاوز میکنه، از نوازنده بگیر آقا فیلماش موجود همه چی هست دیگه، واقعا تجاوز میکنه. نمیخوام شاه کنم هر جنده یا هر کونی و حرفیه، میخواین همه چون با هم بیان این فیلم رو بخورید. ناتوانی جنسی داره آقا، توتال ناتوانی جنسی داره، نمیتونه نزدیکی برقرار کنه. چی میگی؟ تو این ویدیو میخوایم جوابای جنجالی و وحشتناک تتلو نسبت به سقورشی و ایتورش رو با هم ببینیم و بعدش هم بریم افشاگری ایتور و تتلو. از تتلو رو با هم ببینیم که خیلی جنجالی شده. اون میگه تتلو معتاد ناتوانی جنسی داره و به زور به دخترها تجاوز میکرده. این ویدیو خیلی جدیده، صحبتای تتلو رو هم واسهتون گذاشتم. حتما آخر ویدیو جنجالی رو ببینید، مطمئنم کلی کیف میکنید و لذت میبرید. خیلی خب بچه همونتون که میدونید ایتور تتلو تو ویدیوی قبلی اومده بود یه سری افشاگری عجیب و غریب از تتلو کرده بود، بعد اونم که سقورشی اومد کلی افشاگری کرد که تمام ویدیوهاشو واسهتون گذاشتم تو چنل، هست میتونید برید ببینید. ولی الان ادیتور تتلو آیدین زواری یه برنامه ساختن و توش کلی چیزای عجیب و غریب و چیزای خیلی جدید از تتلو گفتن که همین تتلو رو عصبانی میکنه. بیایم بریم اون ویدیو رو ببینیم و بعدش هم واکنش تتلو رو واسهتون بذارم. 100% حق خانم قریشی، چون من چیزا رو به چشم دیدم، نه فقط برای خانم قریشی، برای خیلی کسای دیگه به چشم دیدم، من حق رو بهشون 100%. خیلی‌ها میدونن، خیلی‌ها حالا نمیدونن. خیلی مواد مخدر مصرف می‌کنه، یعنی از هر چیزی که فکرشو بکنید، اولین چیزی که واسش اولویت داره گوه پریکه، چه می‌دونم ازم بوزو شیش است که شما هر چیزی فکرشو بکنین شو می‌زنه. یعنی من فیلم دارم ازش، ولی متأسفانه از اونجایی که اخلاقی دارم چیز خصوصیت کسی پخش نکنم پخش نمی‌کنم. یعنی من می‌بینید میگه نمیدونم با دخترو میاره اینجا بهش ورزش میدیم، اینا اینجوری اصلا نیست، میگیره کتک می‌زنه، اصلا کتک جز کتک مواد چیز دیگه‌ای نیست. اگر هم الان کسی میره اونجا من میگه به ما بی اعتلامی نشده، واسه اینه که یا طرف یه ساعت اونجا بوده یا یه روز، روزتون بشه بالای سه روز، یعنی از شما خوشش اومده، از شما که خوشش بیاد اون سه روز فقط خوش میذاره، بعد سه روز دیگه خوش نمیذاره، کتک و زندانی کردن تو اتاق. الان تتلو توی ترکیه 50 تا شکایتی داره، 50 تا شکایت میبره تو اتاق زندانی میکنه، یهو 4 روز آب و غذا نمیده، بعد میاد کتک میزنه، چه میدونم با کمربندی یه چیزی سیمی با یه چیزی میاد میزنه، اصلا خیلی بده، اصلا آدم ضعف میکنه، دورش حرف میزنه، چیزایی که به چشم میاد دیگه. با 6 تا دختر میرفت تو اتاق و توشونو با لگد میفرستاد بیرون و من میگم اینا رو بگو برن گم شن. ببین بدترین رفتارا رو میکرد، من اصلا نمیتونم با استاد آره صحبت کنم، همین رو میخوام من. حالا ببین مثلا میگم توی ویدیو من هرچی از دهنش در اومد به خانم قریشی برگشت گفت، چون میگه حالا اینجا تو به خانم داره تقریبا که اینا هم جنس گرا، میگه نگاه کن من زنا رو دوست دارم اینو زدم، اصلا چی با یه دختر این کارو کرد، با فلان دخترک قطاطیس این کارو کرد، هر کی میاره بهش تجاوز میکنه، از نوازنده بگیر آقا فیلماش موجود همه چی هست دیگه، واقعا تجاوز میکنه، یعنی به زوریه میشه. بعد بچه‌ها که به قول گفتنی میگردن اونا مثلا قسم و آیه میدادن به دخترای بیزینسی که تو رو خدا بیاد نگو ما بیزینسی، ما به تو پول بیشتر میدیم، فقط بیا چند ساعت پیش این باش برو. بعد نمیدونم چرا کسی باور نمیکنه. این آدم ناتوانی جنسی داره آقا، تو ناتوانی جنسی داره، نمیتونه نزدیکی برقرار کنه. چی میگی؟ به خاطر همین عصبیه، یا مواد میزنه یا هر چی کتک میزنه. این کارایی هم که میکنه دست میکنه تو این کارایی که با دختر میکنه آره. همش فیلمه، دخترها رو کتک میزنه. آقا یه واقعیت، من دیگه نمیدونم چه چیزی بگم بچه‌ها قبول بکنن، هی میگن مدد بیاد، مدد چی بیاد؟ فیلم کتک زدن بعد تو دختره خوشش میاد فیلمش باشه، مثلا فیلم دارم داره قرص میندازه بالا 6 تا دختر اینجوری گرفته داره خفش نکرد قصه خفه کردن تو آلمان میذارن، و یه سری از آدما چون قبلش به خانم مهسا امینی فوش خوار مادر داد، تک تک مردم ایران فوش خوار مادر داد، شروع این شلوار در بودن خیلی فیلمش بالا شد، دختر مدل ویدیو هفتگی اومد در بود و تموم. اوکی خود کنسرت بعدی ایران خونه ویلایی که براش گرفتن و چرا قرارداد بسته پولشو دادن دیگه، پولشو دادن تا یک سال پاپ از اون یک سال میکنم الان 6 ماه 5 ماهش 6 ماهش رفته. آها که دوباره 6 ماه دیگه تایم داره، این 6 ماه باید سریع آماده بشه، سریع کلیدی کلا بذاره. ببین خانم عزیز نرو خونه این، دوست عزیز نرو خونه این، رفتی یه ساعت بعد قرن شد برو، این میاد با پذیرایی و مهربونی سلوس نگرد میده، بعد سلوس اون میشه شیطانیشو بهت نشون میده، کتکت میزنه، سیمه اوتو رو اینجوری میبره، کتک میزنه. چرا این کارو میکنه موری؟ برای چی؟ من اگه فلان پس رو بکشم رو میاد گردم بگیری پاس فلان دارو داری من دلیل دیارم ای. این آدم سالم این حرف رو میزنه، دارو شیشه یه دیگه شیشه زندگی دارم پس بده فلان بیا اینجا با اونم همین کارو کرده، کتکی زده زندگیشو از خونه پرتش کرده بیرون، یعنی فکر کنید رو تتوشاپ داشته، خونه داشته، زندگی داشته، بعد اومده پیش این کتکش هم خورده، پولش هم دست داده، توتو اون خانم تتواتی سر خونش پاپ کرده بیرون. خب اول اینو بگو، بعد یه اتفاقی افتاده که تتلو اومد به خانم تو که مسیج داد، درسته؟ آره.
خب خب بعد یه سکوت طولانی تتلو شروع میکنه اینجوری تو کامیتی یوتیوبش این توینا رو میکنه و جواب همهشون رو میده. یه چند وقتی یونجتون رو ندم باز مادر پدر همهتون رو باز بکنم تو فوش بکشم به زنده و مردتون. خب تو باز فکر کردی من این آرتیست های چاقالتونم؟ چیز تو ناموس همهتون بیعربی کار داره. کم شاخ کردم کونی های دورتون رو که باز بیام به بیعربی ها جواب بدم و شاختون کنم؟ دیگه نمیخوام شاخ کنم هر جنده یا هر کونی و حرفیه. من چند بار هینامو دادم دست یه سری بیناموس گازش گرفتن، دیگه گذاشتم تو شوردم استراحت کنه. سکتی کنید مؤدب باشین تا دوباره شروع نکردم فقط ریدن بهتون. گفتیم یکی دیگه از آلبومای قدیمی رو نانستاب ورژنشو بذاریم، شاید یه سری مادرجنده یادشون اومد. دریا با دهن سگ نجس نمیشه. 10 سال هر بیناموسی کم بود حذف میشه، وصل خایه های ما میشه واسه جذب فالوور و بالا رفتن ویو و این دیگه واقعا مسخره شده. بعد فکر کار جدید باشن و نون بازوشونو بخورن. نردبون امیر تتلو دیگه کار نمیکنه. بعد این کامیتی تتلو موری ادیتور تتلو اینجوری تو یوتیوبش مینویسه نجسه به درد نخور تو طول تو دیگه هیچی نیستی، تو خود ویوهات ریده، تا کم میاری سری میزنی تو چسناله میگی نردبون کردن. هر اومزاده تر از تو وجود نداره، خود میدونی چه گوهایی خوردی. الان که دست داره رو میشه میای چسناله میکنی میگی نردبون؟ حکم حروم تا روزی که زندم نمیذارم نفس بکشی بهت گفته بودم که چی کار میکنم باد. این همه دختر رو شکنجه دادی، حق من و امثال من رو ندی و دزدی کردی، بدون نمیذارم نفس بکشی پرونده ی واسط باز شده که بحث شدنش فقط با مجازات توه. منتظر باش آقا. هی محسنش از ساعت 8 صبح به جون عزیزترین کسم اصلا بلاکش نکن جواب نده، فقط بذار بهت مسیج بده. این مسیجاشو من دونه دونه دارم، فقط یه تیکش تا حالا منتشر کردم. همه میگن نه رفتی چت ساختی. من برم چت بسازم برای ناموس خودم. حالا اینقدر بیناموسم که بیام مثلا ناموسم میخوام استفاده کنم مثلا ویو بگیرم چه کی آخه. نیای پیش من یعنی موریو گردن نمیگیری، یعنی دوستش نداری. اگر نیای پیش من یه جوری اینجوری داشت باهاش صحبت میکرد که اگر نیای اینجوری. آقا خلاصه جوابشو نداد. نگو این توتول کامیونیتی گذاشته واسه خانوم من که کلی فش خوار مادر داده که آقا این ما خواستی کمک بکنی. خب دوست دخترش گفته من گردنش نمیگیرم. ببین چقدر حروم زاده است دیگه. مامانش هم یه عملی اصلا برو پستاشو ببین. سلطان رو ننس کردی تو این فاز سلطان ناصر کیشا برداشت. میگم یا موجود بیرم بیشور بیناموس بی همه چیز تو چجوری زایی من نمیدونم که بیاد به ناموس آدم چشم داشته باشه، به ناموس به قول خودش رفیقش میگم ماری رفیق خوبیه. گفتم تو یه آدم بی خ... و بی وجودی که فقط میای تو مجازی مینویسی، هیچ گویی نیستی، هیچی نیستی. بعدش این توتول میاد یه چیزای ناموسی برای رضا پیشو مینویسه و رضا پیشو هم آدمی نیست که جواب بده، ولی خب بالاخره ناراحت میشه آدم دیگه. رفیق چند سالش 20 سالش بیاد اینجور چیزا رو بنویسه. از اون تایم به بعد رضا پیشو دیگه موبایل و اینترنت نداره. خودم از بین نمیبرم، حالا کلمه‌اش استفاده نمی‌کنم برای یوتیوب، خودم از بین نمیبرم اینو که خودشو نداره کارو بکنه. این است و این دوست نداره بمیره، این میخواد زنده بمونه خار زمین و زمان چی؟ التماس سر خانم میکرد میگفت منو گردن بگیر بذار بگن یه آدم حسابی منو گردن گرفته. دیگه ببین یارو کجاست دیگه، یارو یه آدم مریضه که دوست داره همه بفرن همه. این تحصاب رو دیدی یارو میره اینجوری دختره میخواد از اتاق در بره پای دختره رو میکشن، این کارو با دختره میکرده. میدونی چند تا دختر از پنجره خونه فرار کردن؟ چی میگی موری؟ خیلی بچه رو ویدیو امروز لایک و سابسکرایب بیاتون نره. به نظرتون اگه شکایت بشه تو این دادگاه کی برنده میشه، تتلو یا سرقلشی؟ حتما نظرتون کامنتو بهم بگید. تا ویدیو بعدی میبینمتون. بای بای.